سلام به همه دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه بسیار خوش اومدید به یک آپدیت تحلیل از توکن بیبی دوچ کوین که این روزها خبرهای بسیار مهمی واسش منتشر شده و قیمتش یک جهشی به سمت بالا داشته یک کندل مثبتی رو ازش شاهد بودیم میخوایم با هم دیگه ببینیم که این روند سودی ادامه دار خواهد بودش یا یک کاهشی خواهد داشت به سمت پایین حتما تا انتها کامل نگاه کنید اگر هنوز لایک نکردید ویدیو رو حتما لایک کنید طبق معمول و کامنت هم که فراموش نشه نظرتون رو راجع به این خبرهایی که منتشر شده زیر ویدیو ببینم حتما و اگر دوست داشتید توی کانال تلگرام هم جوین بشی خب بریم شروع کنیم اول از همه قیمت فعلی به دوچ اگر نگاه کنیم 8027 دستش و ولوم 24 ساعته 20 میلیون دلار که جلوتر راجع به صحبت خواهیم کرد که 45 درصد اومده کاهش پیدا کرده اول از همه یه سری به نمودارش بزنیم میبینیم که رسید که به اینجا و کفسازی که انجام داد درست از روی حمایتی که رسمش کرده بودیم عدد 19 و 8 19 و 600 و اینا قیمت یک جهشی به سمت بالا داشته یک پامپی رو اصطلاح خودمون توی تایم فریم پایین تر ازش شاهد بودیم خب دلیلشی بود دلیلش بریم یه سری به توییتر بزنیم همین توییتی که الان دارید مشاهده میکنی یک ساعت پیش توییت زده شده که سه روز دیگه که میشه 15 فروردین فروردی ما بیبی کوین توی یکی از بزرگترین صرافی ها که اسمش بای بیت هستش میخواد لیست به که اینجا رنگ حتی اکسچنج رو هم گفته که پنجمین هستش و یکی از بزرگترین و این باعث شد حالا این خبر از قبل منتشر شده بود یعنی از چند روز پیش منتشر شد راجع به بیبی دوچ کوین و الان باز همون جو مثبته وجود داره و دلیل این که الان قیمت به سمت بالا حرکت کرده دلیلش لیست شدن توی صرافی بای بیت خواهد بودش حالا بررسی میخوایم داشته باشیم ببینیم که قیمت همچنان میتونه ادامه دار باشه این روند به سمت بالا و کندل مثبت رو ازش شاهد خواهیم بودش یا یه حرکت فیکی میتونه باشه که خیلی ها اینجا دوباره خرید انجام بدن و خیلی آروم بیاد به سمت پایین اصلاح کنه و یه برگشتی رو داشته باشه اول از همه حالا من میخوام با یه مثال بزنم خوب اینجا رو بسیار با دقت کامل گوش کنی چرا که بسیار مهم هستش من میام یه به گذشته یه چارت سر میزنم میدونم که خیلی از دوستانی که دارن ویدیوها رو دنبال میکنن از گذشته با ما همراه هستن ویدیوهای ما رو دنبال میکنن و خدا رو به این لحظه تحلیل های ما درست بوده اشتباه ما نداشتیم توی تحلیل خودمون به گذشته چار که میایم رجوع میکنیم و نگاه میکنیم بینیم که بیبی دوش کوین بعد از اینکه رشد میکنه اینجا خیلی مهمه ببین یک رشدی رو به سمت بالا داشتیم یه حرکت سعودی به سمت بالا و قیمت اصلاحی بوده برگشته که اصلاح کرده به سمت پایین اینجا چه اتفاقی افتاده رسیده به یه حمایت مهم که اینجا بوده چندین بار بهش واکنش نشون داد بینیم که بعد از اینکه رسید به حمایت مهم خودمون یه دونه کندل سودی بسیار پرقدرت که اون زمان هم جای مثلا خوبی داشت از 28 یه دفعه شد مثلا عدد 41 که یک رشتی رو داشت یک حرکتی رو به سمت بالا یه دونه کندل پام کرد به سمت بالا و بعد چه اتفاقی افتاد اتفاقی افتاد ریزش کرد به سمت پایین کندلا پشت سر هم اصلا دوباره رشد همین جوری به سمت پایین اومد کفای پایین تر خودش رو دید حالا چه ربطی داره به الان چه ربطی هستش به الان که اگر با دقت گوش میکردید همین الان همین سناریو هم ممکنه که تکرار بشه و قیمت بی بی کوین یه کاهشی به سمت پایین داشته باشه و اصلاح کنه حالا برگردیم به حال حاضر چارت ببینیم که همین سناریو میتونه اتفاق بیفته تکرار بشه یا نه اینجا شاید این هستیم که قیمت کاهش پیدا کرده به سمت پایین رسیده به حمایت خودمون رفته بالا یه واکنش دیگه و یه برگشت به سمت بالا داشتیم یه دونه کندل سودی یه پامپی رو به سمت بالا تجربه کرده و اگر بخواد این سناریو تکرار بشه ما انتظار خواهیم داشت که قیمت یه رشدی داشته باشه دوباره بیاد یه کاهشی به سمت پایین پشت سر هم داشته باشه خب از لحاظ روانشناسی بخوایم نگاه کنیم چه چرا این اتفاق میفته دلیلش اینه حالا ما داریم تحلیل میکنیم بررسی میکنیم در انتهای ویدیو به یه جنبندی به یک خلاصه ای از مطلب خواهم گفت که به چه شکلی روند میتونه اتفاق بیفته به سمت بالا حرکت کنه یا به سمت پایین از لحاظ روانشناسی بخوایم بگیم که چرا این اتفاق میفته اولین دلیلش اینه که این کندل چرا اومده تشکیل شده اینجا دلیل تشکیل شدن این کندل به چه عواملی بستگی داره اولین دلیلش اینه که جو خستش خبرها باعث شدن که این کندل بیا تشکیل بشه خیلی ها حجوم آوردن اینجا خرید انجام دادن خبر لیست شدن توی صرافی اکسچنج بای بیت باعث شده که حجوم بیارن عرضه کمتر بشه و تقاضا بیاد افزایش بده کنه به سمت بالای حرکتی داشته باشه خب کسایی که میان اینجا خریدن انجام میدن و با یه خبر میان خریدن انجام میدن بالای 90 درصد دوباره همونو میان پس میگیرن یعنی برمیگرده به این منشه حرکت خودش برمیگرده به این اوپن کندل خودش اصلاح میکنه برمیگرده به این عدد بالای 90 درصد این اتفاق میفته حالا سه روز دیگه توی صرافی بای بیت بیات لیست بشه قیمت بازم میتونه افزایش داشته باشه امکانش هستش که زمان لیست شدنش یه برگشتی به سمت بالا داشته باشه اونایی که تو تریدر هستن میتونن این پوزیشن این موقعیت رو بگیرن زمانی که توی صرافی اکسچنج بای بیت میاد لیست میشه همون لحظه یک ساعت مونده دو ساعت مونده رو پوزیشن بای باشن و بعد از اینکه لیست شد تموم شد بیان رو پوزیشن شورت یعنی به سمت پایین باها حرکت کنن که اگر این کار انجام بدن طبیعتا اول اصولی و با مدیریت سرمایه برن جلو میتونن سود خوبی رو از این پوزیشن بگیرن از این موقعیت بگیرن که خیلی خوب هستش در کل بچه ما داریم تایم کوتاه مدت صحبت کنیم چند روز بعد بیبی دوج کوین داریم صحبت میکنیم به گذشته چارت نگاه میکنیم میبینیم که این اتفاق افتاده هر زمانی که یه دونه کندل یه دفعه میاد تشکیل میشه همونو دوباره تست میگیره یه مثال همین الان چند روز پیش اتفاق افتاده روی همین نمودار بیبی دوج کوین ببین اینجا نگاه کن پشت سر هم استا یه کندل سعودی داشتیم اینجا مثبت بوده به سمت بالا حرکت کرده و بعد پشت سر هم اصلاح کرده و رسیده به این منشه حرکت خودش رسیده به جایی که اوپن شده سبز رنگ بوده به سمت بالا حرکت کرده و دوباره همین اومده پس گرفت و حتی از این پایین تر هم اومده همین الان هم داره این تشکیل میشه خب چه اتفاقی میتونه بیفته هر اتفاقی میتونه بیفته یه برگشت داشته باشه دوباره اصلاح کنه اینا ممکن هستش ولی حالا سناریوی بعد حالا که درصد کمتری داره بالای 90 درصد احتمال اصلاحش رو ما میدیم بعد از اینکه لیست بشه توی صرافی بای بیت یه درصدی هم که وجود داره اینه که خیلی اصلاح کمتری داشته باشه یعنی اصلاح داشته باشه دوباره روند سعودی خودش رو شروع کنه و حرکت کنه مستقیم بیاد عدد 841 خودش رو تاچ کنه که اگر این اتفاق بیفته به نظر من واسه هولدرها بسیار خوب هستش ما داریم توی تایم کوتاه مدت صحبت کنیم الان که مثلا میگیم میتونه اصلاح داشته باشه دلیل بر مثلا بد بودن با این توکن نیستش دلیل ما اینه که داریم کوتاه مدت صحبت میکنیم میتونه کاهش داشته باشه و بعد کنه به سمت بالا ولی تایم بالا مدت گفتم حمایت ها رو رسم کردیم عدد ها مشخص هستش اه, که یه بار دیگه هم عدد ها رو میگم عدد 8, 19 و 95 هستش که ویدیو گذشته رو نگاه کرده باشید اینجاها ها گفتیم آقا یه پله خرید انجام بدین اونایی که اینجا خرید انجام داده باشن خب طبیعتا الان در حال حاضر سود هستن و یه سیو سودی رو میتونن انجام بدن و یه بخش رو خارج میتونن داشته باشن کلا تمام ویدیوهایی که ما منتشر میکنیم اگر با دقت گوش کرده باشید به نظر من میتونید بهترین تصمیم رو بگیرید و بهترین نتیجه رو به دست بیارید حمایت هم که مشخص هستش قبلا راجع بهشون صحبت کردیم عدد 8 و یک حمایت مهمی هستش بعد از این عدد واسه خریدهایی که میتونیم انجام بدیم عدد 8 هستش و بعد پایین تر میرسیم به آخرین حمایت خودمون که یه زون معاملاتی هم به حساب میاد عدد 8 سفر ده و نه سفر نوت نوت و یک اینا یک زون معاملاتی واسه ما به حساب میاد که قیمت از اینجا اگر خدای نکرده مثلا به این عدد برسه میتونه خیلی سریعتر Yeah. <laughs> برگرده به سمت بالا و یک رشدی رو داشته باشه که همه اینها ممکن هستش خیلی ممنون که تا اینجا مشاهده کردید ما بررسی های کامل رو انجام دادیم امیدوارم که لذت برده باشه یه تایم هم بریم بالاتر تایم فریم هفتگی ببینیم که چه کندلایی تشکیل میشه این خبر لیست شدن توی صرافی اکسچنج بای بیت خبر خوبی هستش نشون دهنده این هستش که صرافی ها دارن کم کم بیبی کوین قبول میکنن و باهاش همراه هستن و همه صرافی ها بیان یکی یکی این کار انجام بدن به کوین اعتبار پیدا میکنه و توی صرافی بایننس هم شانسش بیشتر میشه که لیست بشه الان به لیست صرافی ها رو نگاه کنید اکثر صرافی های مهم لیستش کردن مثل مثلا کوکوین فکر کنم لیستش کرده صرافی مثل گیت اینا لیستش کردن اگر حالا اینجا لود بشه و صرافی مختلفی که الان پای بیت هم داره بهش اضافه میشه این پایین میبینیم که صرافی مثل هیوبی اوکی اکشنج, بیت گیت بیاین پایین تر کوینه کوینکس بانک اینا صرافی هستن که حالا رنگ خوبی دارن بینگیکس هم لیستش کرده اینا صرافی هستن که رنگ بسیار خوبی دارن بای بیت هم بهشون اضافه بشه شانسش بسیار زیاد میشه افزایش پیدا میکنه که توی صرافی بایننس هم بیاد لیست بشه که همه اینها به مرور زمان میتونه اتفاق بیفته خبرهای دیگه ای هم که داره منتشر میشه مثل توکن سوزی و اینا از یه طرف بهش کمک میکنه که شانسش بیشتر بشه و توی صرافی بایننس بیاد لیست بشه بریم یه تایم من بالاتر تایم فریم هفتگی تحلیل داشته باشیم توی تایم فریم هفتگی اگر بخوایم نگاه کنیم میبینیم که با این که کاهش حالا داشته به سمت پایین ولی الان اینجا داره کف سازی میکنه میتونه به این شکل باشه رشد کنه به سمت بالا برگشت اینجا که کف سازی انجام داد به سمت بالا یه حرکتی رو داشته باشه و روند ما سودی باشه و حرکت خوب رو از سمت بیبی کوین شاهد باشیم ایچی مکرم من کلا نگاه نکردم خیلی وقت روی نمودار بیبی کوین که داخل کموی نزولی ما هستش یه کموی که بسیار پهنه و امکانش هستش که یه مدتی داخل این کمو بیاد نوسان کنه توی تایم فریم هفتگی تایم فریم روزانه فکر کنم کموش ما بالای سودی باشیم که آره نه پایین سودی هستیم الان میبینیم که پایین سودی پایین نزولی هستیم اگر بخواد یه حرکت خوبی رو بزنه از اینجا آماده این هستش که خارج بشه از کمای نزولی ما و از کمای نزولی خارج بشه به سمت بالا یه حرکتی رو میتونه داشته باشه خیلی ممنون که تا اینجا مشاهده کردید لایک کردن ویدیو طبق معمول فراموش نشه کامنت بذارید و توی کانال تلگرام اگر دوست داشتید حتما جوین بشه که سریعتر بتونید ویدیوها رو از اونجا با خبر بشید دمتون گرم تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار همه دوستان عزیز کانال فست تریدر